سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد. هر جایی که هستین زندگی بر حسب مرادتان پیش برود. باز هم منم تحمین مرام، همکار و یک مشاور فکری از پنجره بام دنیا. کوچکتر از آنم که برای شما مشورت می دهم پوزش می خواهم. دوستان ارجمند، در این برنامه می خواهم در پیوند به یک آفت فرهنگی، یعنی چی؟ یعنی تملق و چاپلوسی صحبت کنم. در جامعه که ما زندگی می کنیم، بیشتر افراد تملق را به عنوان چتر حمایتی برای محافظتشان از آزار و اذیت زورمندان استفاده می کنند. این پدیده پیامدهای ناگوار را برای تکامل کیفی یک جامعه خلق می کند و یک ژن مشترک است که همه دوست دارند مورد توجه و تحسین قرار گیرد. در اینجا چند نمونه از جریان نیرومند چاپلوسی در خدمتتان عرض می کنم، با ما باشید. نخستین مورد، تبریکی گفتن پس از تعیین فرد در یک بست بلند رتبه در یک اداره است. هنوز فرد کارش را در اداره شروع نکرده که موج سنگین پیام‌های تبریکی در شبکه‌های اجتماعی و برقراری تماس‌های تلفنی با او شروع می‌شود. مورد دوم، ظهور نیمچه رهبرانی که زیر سایه نفوذ و قدرت پدر، نزدیکانشان و یا با حیله و حیرت برانگیز چاپلوسی‌های دربار به جای گماشته می‌شوند. مورد سوم، در برخی موارد تملق نیز رنگ و بوی جنسیتی به خود می‌گیرد. مورد چهارم، بخشی از رفتارهای تملق آمیز در نتیجه رفتارهای سیاستمداران زاییده می شود. و در اخیر رفتار دیگری که به خوبی رفتارهای تملق آمیز را در یک جامعه نشان می دهد این است که صفهای اول در محافل و مراسم صرفاً به صاحبان زر و زور تعلق می گیرد و چاپلوسان همیشه دغدغه این را دارند که جای خالی برای قدرتمندانی که دیر به برنامه می رسند وجود داشته باشد. بینندگان گرامی، موارد را که یادآور شدم از جمله علائم افراد است که به این پدیده زشت دچار هستند. پدیده به نام چاپلوسی. چاپلوسی یعنی بیشعوری. پس کوشش کنید تا از این موارد صد در صد دوری کنید و یک فرد سودمند و مفید برای جامعه‌تان باشید، نه یک متملق ناکاره. اگر به دنبال همچون موارد هستید، عضو کانال ما شوید. ما خدمات فکری، تولید و توزیع خواهم کرد. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتان.